سلام بر شما، شبتان بخیر. به خبر ده با من جمال ناصر فرحمند، خوش آمدید سرخط خبرها. سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل به کابل، احتمالاً که این هیئت فردا به کابل می‌رود. We have a huge retention problem. افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان. آمریکا تا بهار آینده در حدود 1000 نیرو به افغانستان خواهد فرستاد. Unfortunately, RPA is feeling the brunt of that, and especially Afghanistan as well. ما در افغانستان یک واحد نیروهای دریایی داریم که همه روزه برای حمایت از همکاران افغانمان عمل می‌کنند. بررسی نامزدان برای عضویت کمبود کمیسیون انتخابات. ریاست جمهوری کار را برای گزینش یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات آغاز کرد. به ملی وحدت حکومت مشران ګوري چې کوم یو وړتیا د دې لري چې وکولای شي د انتخاباتو د کمیسیون ریاست وچلوي. و نگرانی بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضع بد غیر نظامیان در ادلب و سوریه. یک بار دیگر خوش آمدید به این ساعت خبری. تا یک ساعت دیگر با خبرهای از افغانستان و جهان، من میزبان شما هستم. مشروع خبرها. یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد احتمال دارد فردا به کابل بیاید. قرار است این هیئت که نیکی هلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد عضوان است و سفیر قزاقستان رهبری آن را به دوش دارد، برای بررسی اعضای افغانستان وارد کابل شود. هرچند تاریخ دقیق این دیدار رسما تایید نشده، اما برخی از رسانه های آمریکایی گفتند که این هیئت فردا به کابل می آیند. این هیئت پس از آن به افغانستان میآیند که مشاور امنیت ملی ایالات متحده خواستار نقش برجسته سازمان ملل در روند صلح این کشور شد. ایالات متحده آمریکا شمار نیروهایش را در افغانستان افزایش می‌دهد. مقام‌های ارتش ایالات متحده می‌گویند که جنگ با داعش در عراق و سوریه پایان یافته است و تا بهار آینده در حدود 1000 نیرو و چندین هواپیمای بی‌سرنشین و تجهیزات نظامی نیروهای آمریکایی از این دو کشور به افغانستان خواهند رسید. در این حال پنتاگون از پاکستان می‌خواهد تا با استفاده از فرصت در برابر گروه‌های هراس افکن در خاکان کشور اقدام نماید. پس از افزایش 4000 سرباز تازه آمریکایی در افغانستان، اکنون مقام های این کشور اعلام کردند که شمار سربازان آمریکایی در حدود 1000 دیگر نیز افزایش خواهند یافت. شماری از مقام های آمریکایی بر روزنامه وال استریت ژورنال گفتند که هدف از این کار شتاب بخشیدن جنگ با حراس افغانان، به ویژه در برابر داعش آن است. افغانستان ما در افغانستان یک واحد نیروهای دریایی داریم که همه روزه برای حمایت از همکاران افغانمان عمل می کند. این نیروها نفوذ طالبان را بسیار کاهش دادند و به ویژه در هلمند نفوذ این گروه را تضعیف کرده است. این نیروها برای دیر زمان نیروهای اثرگذار در جنگ با طالبان بودند. ایالات متحده برای پیروزی در جنگ افغانستان بر افزایش فشارها بر پاکستان نیز تاکید کرده است. We believe that Pakistan has the ability to address this threat. ما باور داریم که پاکستان این توانایی را دارد تا به تهدیدهای برخواسته از حراس افکنان در این کشور رسیدگی نماید. اکنون یک فرصت برای آنان فراهم شده است تا اقدامات قاطع نمایند. ما می خواهیم تا آنان را به انجام این کار تشویق نماییم. افزایش همکاری ها میان ایالات متحده و هند در سال روان میلادی بخش دیگری از تلاش های واشنگتن برای ایجاد ثبات در افغانستان است. هند کمک های زیادی به توسعه افغانستان نموده است. انتظار داریم هند با استفاده از فرصت همکاری بیشتر نماید و اطمینان به دست بیاید که رخبرد جنوب آسیای ما چگونه ثبات را به این بخش جهان برمغان می آورد. با رسیدن 1000 نیروی بیشتر آمریکایی به افغانستان، شماری نیروها به بیش از 15000 خواهد رسید که در کنار نزدیک به 9000 سرباز ناتو، عملیات های نیروهای افغان را بر ضد حراس افغانان در فصل جنگی آینده پشتیبانی خواهند کرد.
قول اردوی مهندسی ارتش ایالات متحده صدها میلیون دلار را برای فراهم سازی برق در افغانستان هزینه می کند. فرمانده این بخش ارتش آمریکا می گوید که سالانه به ارزش 500 میلیون دلار پروژه های ساخت و ساز را در افغانستان عملی می سازد. فراهم سازی برق به ولایت های گوناگون و نیز پایگاه های نظامی ارتش کشور بخشی از پروژه های در حال عملی شدن و یا هم در حال طراحی از سوی قول اردوی مهندسی ارتش آمریکا هستند. قول اردوی مهندسی ارتش ایالات متحده به ارزش 300 میلیون دلار پروژه های گوناگون در افغانستان زیر کار دارد. تمدید لین برق وارداتی از تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به ولایت های پروان، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، خوست، هلمند، اروزگان و کندهار بخش از فعالیت های این بخش ارتش آمریکاست. رسانیدن برق به 80 پایگاه نظامی به ویژه پایگاه های ارتش تا چند سال دیگر بخشی از پروژه هایی است که همکنون کار روی آنها جریان دارد. ما سالانه 500 میلیون دلار بودجه در افغانستان داریم. در حال حاضر بردست 300 میلیون دلار پروژه ها را طرح‌ریزی می کنیم که در برگرینده سهولت های گوناگون هستند. ما سهولت ها را برای نیروهای ویژه افغانیز فراهم می سازیم و نیز به مردمان محل در بخش های گوناگون تأسیسات می سازیم. قول اردوی مهندسی ارتش ایالات متحده می گوید که پروژه های برق وارداتی را شماری از کشورها و نهادهای جهانی به شمول بانک توسعه آسیایی نیز کمک مالی می کند. می توانیم سهولت های کامل ساخت و ساز را از انجینر گرفته تا طراح پروژه ها فراهم سازیم. بسیاری از کارمندان ما غیر نظامیانی هستند که می خواهند به بازسازی افغانستان کمک نمایند. ایالات متحده آمریکا حضورش را در افغانستان با در نظر داشت اوضاع این کشور همچنان ادامه خواهد داد. در چندین سال گذشته ایالات متحده در بخش امنیتی و بخش های دیگر این کشور را کمک کرده است. قول اردوی مهندسی ارتش ایالات متحده در حال حاضر کار تمدید برق بند کجکی و افزایش ظرفیت بندهای دیگر را نیز در برنامه دارد. این قول اردو برای نخستین بار در 1955 میلادی کمک‌هایش را به افغانستان آغاز کرد. ریاست جمهوری کار را برای گزینش یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات آغاز کرده است. معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که به زودی عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات از سوی ریاست جمهوری معرفی خواهد شد. ریاست جمهوری کار کمیته گزینش را شفاف میداند و از برایند آن استقبال میکند. اما شماره از اعضای مجلس نمایندگان و نهادهای جامعه مدنی از روند کار این کمیته انتقاد میکنند. پس از آن که کمیته گزینش سه تن را همچون نامزدان عضویت کمیسیون مستقل انتخابات بر ریاست جمهوری معرفی کرد، اکنون ریاست جمهوری میگوید که به زودی رهبران حکومت یک تن را از میان این افراد به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی خواهد کرد. د غوروی کمیته کار په مستقلانه ډول باندې د دوی ټول ورته او ته په کتو باندې مخته وړي. اوس په دغه درو کسانو کې د ملي وحدت او حکومت مشران ګوري چې کوم یو وړتیا د دې لري چې وکولی شي د انتخاباتو د کمیسیون ریاست وچلوي. سید حفیظ الله هاشمی رئیس دبیرخانه مجلس سنا، اول الرحمن رودوال رئیس صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالقادر زازه وطن دوز دبیر نخست مجلس نمایندگان از کسانی اند که یک تنشان همچون کمیشنر در کمیسیون مستقل انتخابات انتصاب خواهند شد. مطالبه ما این بود که تمامی اسناد تقاضا کننده ها را باید در اختیار ما بگذارد تا ما بفهمیم که در یک پروسه مقایسوی کمیسیون چقدر تصمیم عادلانه، معیاری و قابل قبول میگیره. اما با تاسف اعضای کمیسیون و رئیس کمیسیون گزینش به هیچ وجه حاضر نشدند که اسناد در اختیار ما بگذارند. وقت کشی بسیار زیاد صورت گرفت. حالا سه نفر تازه که معرفی شده، امیدوار هستیم که حکومت افغانستان بتانه زودتر به یک نتیجه برس. آنچه که ما از اوضاع و احوال کمیسیون انتخابات و همکاری های حکومت با این کمیسیون میبینیم، خیلی توقع نمیره که ما در سال آینده بتانیم یک انتخابات خوب، شفاف و فراگیر در افغانستان داشته باشه.
با آنکه حکومت از برگزاری به موقع و شفاف انتخابات مجلس نمایندگان و روستاها در سال آینده خورشیدی اطمینان می‌دهد، اما شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی از گام‌هایی که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون برداشتند خوشنود به نظر نمی‌رسند. باشندگان ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس خواهان بازگشایی مکتب‌هایند که هنوز هم از بهر ناامنی‌ها بسته هستند. شمار از باشندگان این ولسوالی می‌گویند که هزاران دانش آموز در زیر خیمه‌ها آموزش می‌بینند، اما با آن هم ناامنی‌ها در برخی بخش‌های این ولسوالی سبب شدند هزاران دانش آموز دختر و پسر از رفتن به مکتب محروم شوند. بخش بزرگی از باشندگان ولایت بادغیس در ولسوالی بالامرغاب بود و باش دارند، اما ناامنی ها سبب شدند شماری از مکتب ها برای دانش آموزان در این ولسوالی بسته شوند. اما ولسوال بالامرغاب میگوید که از همکنون تلاش ها برای باز شدن این مکتب ها در سال آینده ادامه دارند و نیز برای چندین مکتب ساختمان های تازه ساخته شدند. بالمرغا خپل دې امیدواري پیدا کړې ده خپل حکومت سره مشان کار کوي خپل وینې یو مثال ده چې کوکنار ته نه ولې کدا چې پروژې مشه بالمرغا تر اوسه خلک دې تشبیه کړي ډیر خوشاله کیږي په وضعیت امنیتي تغیرات راځي. در همین حال شمار از آموزگاران و باشندگان این ولسوالی میگویند که در مقایسه به هر زمان دیگر مردم خواهان باز شدن مکتب ها و آموزش کودکانشان در این ولسوالی هستند. مرغا و ولسوالی اکثر خلک د علاقه لري چې دلته تعمیر جوړ سی او د تعلیم او تربیه سره دوی ډیر شاره خلل. کله چې یو شوندې جوړیږي دا یو حیاتي منبع ده د مرغاب د ولسوالۍ د خلکو لپاره، او بل خصوص د زده کوونکو لپاره او د ماشومانو د راتلونکي لپاره ډیر یو ښه نتیجه ورکړي. در همین حال والی بادغیس بر عملی شدن برنامه های بزرگ توسعه در این ولایت تاکید می ورزد. د بادغیسیانو ارمان دی هغه برق دی او هغه الکوي سړک دی. دا خدمات چارزاس ان شاء الله دا په امنیت کې مثبت تاثیر وشته. در همین حال یک مکتب تازه ساخته شده از سوی مسئولان این ولایت گشایش یافت و کار ساخت و ساز یک مکتب دیگر در این ولسوالی نیز آغاز گردید. حالا هم رفت و برگشت کوتاه می داشته باشی. ادامه خبرها. ده تن از ورزشکاران دختر و پسر یک رقابت دوش را در کابل برگزار کردند. این رقابت به هدف تشویق مردم و پاک نگه داشتن شهر و فرهنگ همدیگر پذیری از سوی شهرداری کابل برگزار شد. دوش برای کابل زیبا. نام این رقابت نمادین است که ده تن از جوانان دختر و پسر در آن شرکت کردند. تقریبا فاصله ما البته در حدود 400 یا 500 متر می آمد. اویت آلوده باشه ما نمیتونیم به ساعت خود یعنی توجه کنیم و یعنی خوبتر بتانیم تمرینات خود کنیم. به این خاطر ما می خواهیم از اونا بسیار یعنی خواهش می کنیم که لطفا محیط ما را کثیف نسازند. این برنامه را شهرداری کابل را اندازی کرده است. بسیار خوب با تدابیر امنیتی که گرفته شده بود اجرا شد و سه برنده داشتیم، اول تا سوم طبقه ذکور و اول تا سوم طبقه اوناس. آرزو دارم که در هر نایه کابل همچون مسابقات برگزار شود به نام این که ما آریسازی از کثافات و آریسازی از مواد مخدر و همچون دیگه ما دیگه کارهایی که غیر مشروع است به حساب به او نبگوییم و به ورزش رو بیاریم. این ورزشکاران پاک نگه داشتن شهر را تنها مسئولیت شهرداری نمی دانند و آنان از شهروندان می خواهند که برای زندگی سالم از محیط زیست سالم نیز پشتیبانی کنند. فیلم نامه بر رئیس جمهور نامزد یک جشنواره جهانی در مالیزیا شد. در این جشنواره فیلم های برتر از چندین کشور برای دریافت جایزه نامزد شدند. فیلم افغانی نامه بر رئیس جمهور در بخش های بهترین فیلم نامنویس، بهترین فیلم، بهترین بازیگر زن و بهترین کارگردان نامزد شده است. این فیلم از سوی رویا سادات کارگردانی شده است و داستان زندگی دشوار بانوی را به تصویر کشیده که قربانی خشونت ها، تبعیض و برتری طلبی ها شده است.
پلیس کابل از بازداشت دو تن به اتهام وارد کردن مواد انفجاری در یک موتر خبر می‌دهد. فرمانده پلیس کابل می‌گوید که این مواد انفجاری از پاکستان بارگیری شده بود و قرار بود تا برای انجام حمله‌های هراس‌افکنانه در شهر کابل از آن کار گرفته شود. در همین حال پلیس کابل از بازداشت دو تن به اتهام‌های دزدی موترها و قاچاق مواد مخدر نیز خبر می‌دهد. مواد انفجاری که اگر به هدف نهایی می رسید ممکن جان ده ها انسان را می گرفت. پلیس کابل دیشب این مواد انفجاری را که در زیر سبزی ها در یک موتر جاسازی شده بود از حوزه هشتم شهر کابل ضبط کرد. مقام های پلیس کابل این مواد انفجاری را بسیار خطرناک می دانند و می گویند که از این مواد پیش از این در حمله های مرگبار در کشور کار گرفته شده است. مواد پاکستانی است. طبیعی از گفته میتونیم که از آن سوی سرحد، از آن سوی مرز یا بارگیری شده و مستقیما داخل افغانستان و بعدا به شهر کابل انتقال میدادند. پلیس در کنار این دو تن را به اتهام دزدی موتر و قاچاق مواد مخدر نیز بازداشت کرده است. من این موتر را داد گفت بگی ببرش پس تو رو میارم. گفتم صحیح بیا. سرش تو بار کردم. وقتی که پس دوچ زنگ زدم گفتم بیار اسناد موتر که مریضی گرفته تلفن خدا گل کرد. هرچند فرماندهی پلیس کابل از چند دستاورد در کار تامین امنیتی پایتخت خبر می‌دهد، اما شماری از باشندگان این شهر از کارکردهای پلیس ابراز ناخوشنودی می‌کنند و می‌گویند که حمله‌های مرگبار ماه‌های اخیر نمایانگری ناکامی نهادهای امنیتی و کشفی در تامین امنیت مردم است. بانک مرکزی با در نظر داشت نوسان شدید در ارزش کلدار و تومان در بازارهای جهان از شهروندان کشور میخواهد که از این پولها در داد و ستدهایشان کار نگیرند. مسئولان بانک مرکزی میگویند که توان جلوگیری از نوسان بهای ارزهای خارجی در کشور را ندارند و این بانک در برابر کسانی که در مبادله کلدار و تومان زیان ببینند جوابگو نخواهد بود. در این حال شما را از آگاهان اقتصاد بانک مرکزی را در عملی ساختن سیاست روشن برای جلوگیری از کارگیری از ارزهای خارجی در داد و ستد روزمره در کشور ناکام می‌داند. بانک مرکزی هرچند تا کنون نمی‌داند که در حال حاضر چه مقدار کلدار و تومان در اقتصاد کشور در گردش است، اما می‌پذیرد که اکنون هم در بیش از 13 ولایت کشور کلدار پاکستانی و در بخش‌های از ولایت‌های غربی تومان ایرانی در داد و ستد روزمره به کار گرفته می‌شوند. مسئولان بانک مرکزی میگویند که هیچ مسئولیتی در قبال زیانمند شدن شهروندانی که ارزهای خارجی در معامله های روزمره استفاده میکنند ندارند. آنان میگویند که در حال حاضر نرخ مبادله کلدار پاکستانی و تومان ایرانی بیشتر از پیش در بازارهای جهانی در نوسان هستند. داد ستد در پسنداز در تمام چیز از پول ملی استفاده کنند. پول های بیگانه اینا را خصوص پولهای بعضی از کشورهای همسایه در بعضی از مناطق ما در چلند است. ما از هموطنان تقاضا داریم که این پولها رو دیگه استفاده نکنند، چون که نوسانات اونها، نوسانات پولهای همسایه خارج از کنترل ماست و اینا متضرر میشن. ما تا جایی که مربوط به بانک مرکزی افغانستان میباشه سیاست ما مربوط به حفظ ثبات قیمت هاست. اما شماره از آگاهان اقتصاد سیاست های پولی کنونی کشور را کارانه میدانند و میگویند که بانک مرکزی باید در کنار بازنگری بیدرنگ سیاست های پولی کشور تدابیر جدیدتری را برای ترویج افغانی در کشور روی دست گیرد. این آگاهان یکی از علت های نوسان بهای کالاها و کاهش روز افزون ارزش افغانی را با کارگیری از ارزهای خارجی به مثابه پول رایج کشور در داد و ستد روزمره در کشور می دانند. در دې کې د افغانستان مرکزی بانک ناتوان یا عاجز په دې ده چې مالی سیاست یا پولی سیاست په ولایتو کې په وګړو باندې نشي تطبیقولی. برات کې در کشور ایران همچنان تعذیراتی کې ایالات متحده امریکا بالای پاکستان آورده و اثار دو کشور همسایه خراب شده، بنان تا سیرگزار بالای پول افغانی هم شده. از سوی هم بانک مرکزی وابستگی بیش از حد بازرگانی کشور به همسایه ها و کسر بیش از 90% بازرگانی در کشور را علت های می داند که افغانی تا کنون در تمام کشور ترویج نشده است. بر بنیاد اطلاعات این بانک در حال حاضر بیش از 226 میلیارد افغانی در اقتصاد کشور در گردش است.
افزایش درآمدهای ملی افغانستان می تواند در سالهای آینده جایگزین کمک های جامعه جهانی برای تامین مصارف کشور شود. صندوق جهانی پول با پشتیبانی از روند افزایش درآمدهای ملی در سال گذشته مالی در کشور می گوید که هرچند نگه داشت روند پرشتاب افزایش درآمدهای ملی در کشور دشوار خواهد بود، اما هنوز هم حکومت افغانستان می تواند با بهبود روند گردآوری مالیات میزان درآمدهای مالیاتی اش را افزایش دهد. مسئولان صندوق جهانی پول با حمایت از افزایش درآمدهای ملی کشور در سال گذشته مالی میگویند که حکومت افغانستان میتواند با بهبود روند گردآوری مالیات در کشور درآمدهای مالیاتی را بیشتر سازد. مسئولان این صندوق میگویند که افزایش درآمدهای ملی افغانستان میتواند تا سال 2021 میلادی این کشور را به خود بسندگی در بخش نیازمندی های مالیش نزدیک سازد. هنوز هم زمینه برای بهبود گردآوری مالیات وجود دارد تا مالیات دهندگان بیشتری در این بخش سهیم شوند. مهم است که این کار به روش باثباتی انجام شود. ارائه قواعد معتبر مالیاتی تا سال 2021 نیز به هدف نهایی مقام ها برای رسیدن به خودبسندگی کمک می کند. IMF به حکومت کمک می کند که مالیات را تحریزی کند تا مالیات عادلانه و اثر بخش باشد. در این حال مسئولان وزارت مالیه میگویند که این وزارت تلاش دارد برای افزایش درآمدهای مالیاتی سهولت های بیشتری را در این بخش به وجود آورند. زمان توجه دیر اوس هم دغه ده چې څنګه سکتور خصوصی ته د مالیاتو په پرداخت یا د مالیاتی سیستم کې اسانتیا رامنځته کړو. بر بنیاد اطلاعات وزارت مالیه در سال مالی 1396 هجری خورشیدی هدف برای گردآوری درآمدهای ملی 152 میلیارد افغانی بود، اما این وزارت توانسته است که با افزایش 16 میلیارد افغانی از هدف تعیین شده در حدود 169 میلیارد افغانی از درآمدهای ملی را گردآوری کند. بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضع بد غیرنظامیان در ادلب سوریه ابراز نگرانی می کند. این سازمان خواستار بررسی های بیشتر درباره وضع غیرنظامیان در سوریه شده است. در این حال ایالات متحده آمریکا پایان دادن جنگ را در برابر جنگجویان داعش در سوریه و عراق نمی پذیرد و می گوید که نبرد در برابر این گروه هنوز پایان نیافته است. بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد از حمله های اخیر در شهر ادلب سوریه سخت نگران است. این سازمان خواستار کمک های بیدرنگ انسان دوستانه در این بخش جنگ زده سوریه است. من از افزایش خشونت ها در ادلب سخت ابراز نگرانی می کنم. آنان که در بخش های شمال شرقی ادلب گیر مانده بسیار وحشتناک است. ماموریت ما این است که از کمک‌های انسان دوستانه‌ای که مردم به آن نیاز دارند و حفاظت از آنان اطمینان حاصل شود. در این میان ایالات متحده آمریکا می‌گوید که شکست داعش به معنی پایان جنگ در سوریه و عراق نیست. ما پیشرفت‌های زیادی پس از سال 2014 و ظهور جنگجویان داعش در سراسر عراق و سوریه داشتیم، اما هزاران تن از غیر نظامیان درد و رنج فراوان دیدند و به هر صورت با وجود این همه پیشرفت‌ها ماموریت ما هنوز پایان نیافته است و ما باید تمرکز بیشتر بر گروه‌های حراس افغان دیگر نیز داشته باشیم. اما در اینجا در اردوگاه های مهاجران سوری در اردن با آمدن فصل زمستان این مهاجران سوری با چالش های فراوان روبرو هستند. اوضاع با گذشت هر روز بدتر می شود. هنگامی که باران می بارد ما نمی توانیم بیرون برویم و ناگزیر هستیم در خانه بمانیم. شهر ادلب در روزهای اخیر گواه حمله های خونین بوده است که در دو هفته گذشته نزدیک به 200 تن در این بخش سوریه کشته شدند. هند صدومین ماهواره‌اش را با شلیک یک موشک از مرکز فضایی ساتش دان در جنوب جزیره هند به فضا پرتاب کرد. این نخستین موشک سازمان فضایی هند است که در سال 2018 میلادی پرتاب می شود. ریاست صحت عامه قندهار از افزایش بیماری ایدز در این ولایت نگران است. مسئولان این ریاست میگویند که در 8 سال اخیر بیش از 100 تن از بیماران ایدز در این ولایت ثبت شدند که این شمار تکان دهنده است. مسئولان بخش درمان بیماری ایدز در قندهار میگویند که در این میان زنان و کودکان نیز دیده شدند.
تشکر از همراهیتان تا این دقایق این برنامه خبری.